تو بشین. داداش اینجا تا قسمت باحالشه، بذار منم بیام دیگه. خیلی خوب، بش پاش فرمون بیا. شست خره لوبی کی؟ کدوم؟ وای چه عرخایی داماده ما شده. همون باز کن این به جون دیگه. داشت این گیر کرده، خراب خوچ. چته ترسیدی؟ همین داشت اینجا را کجا پیدا کردی؟ این داستان نشه. من به امامو پامور دیدم در این پیچه. خفه بابا با آک بس سره به جای این حرفی سر کمک کن. تمام آب جی سری ماشینو بره بیا. ششقر ششقر بیا. زیره این درخت ها، درخت ها رو آب میده. آره آره تپه درخت، کنار تپه، زیر اون درخت ها. از قرنازی سری برید و سال ماشونو بیارید. به جمعی دارید نزدیک درخت، زیر تپه. آره. زیر تپه نزدیک درخت. اینجا یالا چی؟ لئوناردو داوینچی چیه؟ نکنه که من بیل دست بگیرم. داشت من دوزم بیل زن نیستم. داشت من دوزم بیل زن نیستم. رب میخونه برای من. بکم بابا به درد نخور. آها شاسو ببین، شاسو ببین. بیا بگی بابا نون نخورده مگه؟ حیف نون. حواسه ها دمجا باشه. نگم دوباره، حواست جمع. اینجوری بیر بلر. چطور حالشو چیه؟ بیا تلا. تلا؟ سول تلا چیه بابا؟ خیده قرآن پرتی تو شسقر لو. یعنی الکات اوکپوه باش. این قبره؟ این قصه آخرش خوشه. قبرت هم میکنم، نگران نباد. آره داشت ریشه کردی؟ آره داداش ریشه تو میکنم. آبجی این چایی ما چی شد په؟ جون آبجی اما دست نمیشه. دکی کیش میش کوفه؟ داداش به خدا گذاشته بودم رو پیشخون، یادم رفت بیارم واسه. اشکال نداره، خودت قند و نواتی. فدا سرت آفی جون. خاک کردی؟ داشتم خاک میریختم. بریم بس خانم. خوب گوش دعا کن، یه گوشه از این 100,000 تا خالی بهش بیفته. هر جا باشی پیدات میکنم، همینجا چالت میکنم. گردنم شکست. فهمیدی؟ آره. داداش چی شده؟ هیچ آبجی، هری به سر گلیه. یالا زود باشین. خاک بریست و خاک نریختم روز اجام. آها یادت نره چی بهت گفتم. اوه اصغر تو نخه چی؟ اصغر نگران جای پولاست داداش. شوهرت خودش زبون نره؟ اصغر ها یعنی ما حق نگرانی هم نداریم دیگه. چه خرم پر نمیزنه، نگران چی؟ آقام خدا بیا مرزتش. 10 سال از عمرش پای نگهبانی اینجا گذاشت.
تو این 10 سال ته کاری که میکردن سالی یه بار میامدن یه تابلو افتتاحیه میزدن یه کلنگ ده برو که رفتی شابجی لوم و سسو رو ادراک کشیم ولی رو انما اردخشم ایره باش داداش آه اون سستونده بیا قربونت آقا قربونش 15 سال همینجوری افتاده 20 سال دیگه هم همینی که هست کلیدش هم که دست حاجیته 6 ماه دندون رو جیگر بذاریم یه هم برمیگردم با هم تقسیمش میکنیم فرامرز که مرده رو چیکار کنیم تو نمیخواد نگران اموات باشی حق زن و بچه فرامرزم محفوظه اه؟ آره داداشه من حلال حروم سرش میشه ما اگه کم خوردیم هم سر سفره ننه بابای خودمون خوردیم حق بچه یتیم نمیخوریم ما الاغ قربون قاشم شاب جلو ولش کن ولش کن یه زری زد دیگه گفته باشم کسی دست به پولا نمیزنه باشه غلط کردم همین داشت تو سرور ما علی میگی 6 ماه دلارا بخوابه زیر خاک خب بخوابه بهتر نمیدی دلار ثانیه به ثانیه داره میره بالا آخر ما کرگی دوم نشت عد میزنه از شانس ما این فردا دلار مولار میکشه پایین ای نهیدی دکی آخا واسه ما کارشناس اقتصادی هم شد بسه دیگه به اندازه کافی نطق کردی باز این قهر کرد به خودم من هنوز نفهمیدم شوهر کردم یا زن گرفتم چطه تو؟ اصلا خوشم نمیاد جلو داشت اینجوری با من حرف میزنی ها نپیچون از قلبی بی بالا چی بیم بالا؟ همون دو دلارایی که دو دره کردی و کدوم دلار؟ نمیگی آخه بی کل اگه داداشم بفهمه همینجا کلتو میکنه خاکت میکنه بیا بالا این جنازی یه بسرش از لبه کیف زده بود بیرون من گفتم بردارم یادگاری و اگر من به روی حسیت منو بردی به همید نگی یا تازه ساختن؟ تقریبا چند ساله؟ خیلی نیست من به نظرم آشنا نمیاد مزرعه حسابی گرفتارت کرده جان بفرم بیزنه یه هوای تهرون بهم نمیسته آقا جمعیان سلام علیکم سلام علیکم ببخشید منتظر شدید دکتر احمد جهان فوق تخصص بیماری های ریوی معرف حضورتون هستم دکتر ببخشید چه خبره؟ توضیح میدم بیاید بیشترشون پزشکی
بفرمید. بفرمید. خیلی ممنون. هم چه قراری نداشتیم؟ صحبت کردیم. بفرمید. توضیح بدید. چی دیگه؟ دکتر بفرمید. جان منتظرن، شروع کن. آقایون، من فکر میکنم ما با کرونا طرفیم. البته من اینطور فکر میکنم. سلام علیکم. بفرمایید ما تا چند دقیقه دیگه میرسیم خدمتتون. بله، زنده باش یا علی. کاری که میخواستی انجام دادم. حالا دیگه من باید برم. بری؟ کجا بری؟ وزیر میخواد شخصا باید صحبت بکنه قبل اعلان عمومی. وزیر دیگه با من چی کار داره؟ جان، جان مثلا سر وضعم خوب نیست. وزیرم سر و وضعش همین شکلیه. تو رو حضرت عباس دق نده منو. بیا بریم. یکی باید مدیریت بکنه. چرا قبول نکردی جان؟ منو برسون مزرم، محصولم رو زمین مونده. تو جلسه همه رو قانع کردی که ما با کرونا طرفیم. الان هیچ کی شک نداره. خب همین کار از من خواستی دیگه. منم انجامش دادم. جهان نوروز یادش خوب نیست. اصل مطلبت بگو. فردا روز که کرونا اعلام بشه مردم هجوم میارن سمت بیمارستان ها، به خصوص این بیمارستان. میدونی که وضعیت بحرانی میشه. اینو که خودم بهت گفتم. نوروزی میخواد تو ریاست اون بیمارستانو به عهده بگیری. اصلا منم همینو میخوام. اصلا غیر از این بحث زدن بیمارستانهای صحرایی هم هست که تو اوستاشی. الان متخصص کم نداریم. تمام شاگردای ما میتونن این کار انجام بدن. خودت هم خوب میدونی ما به تخصص و توان و حضور تو نیاز داریم. تو چرا لجبازی میکنی؟ جهان چه مرگته؟ تو از هیچی خبر نداری؟ خبر دارم. مرگ زهرا تقصیر تو نبود. تصادف پیش میاد. تو جاده آدم یه لحظه چشش میره رو هم. من دست دلم به کار نمیره. جان من بگو چه مرگته؟ من یه خاکی تو سر خودم بریزم. یه چیزی بگو کمکت کنم. بهترین کمکی که میتونی بکنی اینی که الان منو برسونی مزرعه که به محصولم برسم. خدا رحمت کنه زهرا خانوم. هر موقع یه ماجرایی پیش میومد که فقط به دست تو حل میشد، یه زنگ بهش میزدم همه چی حل بود. این دفعه دیر اومدی. چیه؟ چیه؟ چرا با میسی؟ باید بریم یه جایی. یه چیزایی رو باید ببینیم.
خورده که بگذره همه این انباری ها رو با سرد خونه بکنی. چی کار میکنی؟ چه اینجوری میکنی؟ بله بله آقا. بیا این بر، بیا این بر، از اینجا باید بگیری. از اینجا؟ آره. آقا چه فرقی داره این مرده جنازه حالا اینجا اونجا؟ جنازه است ولی فرق میکنه، باید مراقب باشی. چشم. از اینجا بگیری. اینجوری. اسم چیه؟ امیر آقا. امیر، یادم میمونه. خیلی ممنون. باید حواست جمع باشه. چشم چشم. تازه کاره. بله تازه کاره. تابستون 65 یادته؟ اون موقع منم هنوز مثل این آقا امیر تازه کار بودم. چه روزایی بود. توی چادر به اندازه دو تا بیمارستان عمل جراحی انجام میدادیم. آره. این جنگ پیره همتر از اون جنگه. جهان چی شد؟ هستی یا علی؟ من باید برم. سلام خسته نباشید. سلام خوبی؟ خوشم. چلیم. بله هم بسیاری تو هم دیگه. بیده تو طور بهشون پیشنهاد کردم. خدا رو شکر. یه لحظه معذرت میخوام. خلاصه آره دیگه، من طور بهشون پیشنهاد کردم. باورم نمیشه شب تو داری میری؟ بابا قرار بود ما قرار بود چیکار که نکنیم. آره قرار بود قله ها رو فتح کنیم، به کجاها که نرسیم. بابا چی میگی تو مرد حسابی؟ یه استادی داشتیم ما. شب داری صدام؟ میگم یه استادی داشتیم ما که این چیزا رو تو گوش ما میخون. جهانو میگی؟ آره دیگه، ما هم یه مش رزیدنت جوجه ساده بی تجربه، هر چی میگفت میگفتیم بله استاد، بله دقیقاً دقیقاً. پس واقعاً داری میری؟ نه بابا کجا برم، من کجا خارج کجا این حرفا چیه؟ خدا رو شکر. مگه چند تا مثل تو داریم؟ دو تا دیگه، یکی منم یکی تو. من میرم تو میمونی ببینیم تو چیکار میکنی. گفت مرض بالاخره میری یا نمیری؟ بابا تو با این آیکیو دوره رزیدنتی تو چند وقتی تهی کردی؟ سخو بابا چقدر تو ساده. من دارم میرم دو هفته دیگه اون برم تموم. بمونم جا چیکار کنم آخه؟ گفشو بابا. بس نگار خانوم راضی شد. خیلی عجیبه. شهاب کجایی؟ میگم نگار قبول کرده بیاد. الو شهاب، الو الو Thank you.
دکتر، آب دینی چک کنیم. بریم ببینیم آزمایشش رو بیار بالا. صفحه شعری چطوره؟ خیلی بهتره امروز. جی‌سی‌اسش هم هفت الان. جی‌سی‌اسش هم فشار امروزشه؟ بله، مال صبح الان دوباره میگیرم. مادر جو امروز حالت خیلی بهتره. دیورسش چطور بود؟ همونقدر که گرفته آت داشته. دیروز یه ذره کمتر بود که حجمش رو زیاد کرد. من ادرارش هم خوب اون پرده رو بکش، من صدا ریش رو بشنم. ماما جان، میخوام صدا ریت رو بشنوم. ترشحاتش چطوره نگاه؟ بهتر شده، ولی غلظتش همونه. به نظر میرسه که کلیرتر شده. نه، بهتره ولی. خانم دکتر، فشارش خیلی بهتره. سلام، میدونین دریپ دوپامینش رو دیسی کنی؟ فعلا دیسی نکنین. فعلا هولد بمونه، فردا رو جوش تصمیم گیری میکنی. خانم دکتر، من حالم خوبه. که میبریم تو بخش؟ مامان جان، بذار جواب آزمایشات بیا، فردا رو جوش تصمیم گیری میکنی. بلای خیر ببینی دخترم. بله. آی سی یو بودم. تل اوردرهای همکارای جنابالی میذاشتم دیگه. آقای دکتر. سلام مریم، تو دکتر مومنی دنبالت میگشت. چه حرفامون رو زدیم؟ نه، حرفامون رو همه رو زدیم شما. کجا؟ حالا همه هایی میکنم بود، الان برم. نگار جان، به خاطر زندگیت کوتا بیا. من فقط باید کوتا بیام؟ اگه من یک کم براش ارزش داشتم تا پذیرش و ویزا و بلیط و کوفت و زهرمار جلو نمیرفت. بعد آقا هران که از وجدانش خفه کنه راه برا به من زنگ میزنه که جلو این و اون خودش خوب جلوه بده که ببینی خودش نمیخواد، زوری که نمیشه. یکم نفس بکش دختر، من که با تو دعوا ندارم عزیز من. اون این کارا رو میکنه که تو رو مجاب کنه ببرتت. آفاق جون، نخواهی من فقط کوتا بیام. اون الکی الکی میشینه همه جا میگه من مقصرم که منو بعد جلوه بده. من میفهممت، درکت میکنم. جای من نیستی نمیفهم. تو رو که میبینم یاد جوانیای خودم میافتم، اما تو از من لجبازتر و یه دنده تری. اصلا ببینم تو مگه الان شیفتت نیست؟ اینجا چی کار میکنی؟ پاشو پاش برو سر کارت. الو الیاس رویی؟ جانم، کدوم مرکز بهداشت؟ خب چی شده؟ خیلی خوب، باشه حلش میکنم، حال بهت خبر میدم. الو جهان، کجایی؟ مزرعه؟ دارم میام دنبالت، باید بریم یه جایی. حالا بهت میگم. میگم بهت میگم، منتظر باش، دارم میام دنبالت. Thank you.
داریم میریم؟ اونجا کجاست؟ به نظر آشنا میاد. نجاتش دادین، اگه نه الان زیر خربار خربار خاک خوابیده بود دکتر جان. زنده باشه. الو سلام الیاس، چطوری؟ نه حالا جهان آوردم بذار ببینیم این طرفن جواب میده یا نه. فعلا گرفتاره، امیدوارم شدنی باشه. میبرمش تو مرکز بهداشت ببینیم چی میشه. بهت زنگ میزنم. خیلی خوب، حالا حالا صحبت میکنم. زنده باشی. درست میشه، درست میشه. اونش خوب بودا که ما رو فروختی به پول. زنه که زنه، نوش جونش که زنه، درستش رو خونده. باری 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 آقا عزیز من، آروم 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 باش. آقا ایمان خدا شوهرم بود، ایمان خدا شوهرم. چی شده دختره؟ شوهره چی شده؟ عبی آمد، عبی آمد دکتر بیا جلو، ببریدش تو سایه، بلند کنید ببرید تو سایه، برید تو سایه، برید تو سایه. تازه کار مرده، یه چند روزی خیلی مراقب باش، احتمالاً کروناست. یه چند روزی خودتو قرنطینه کن، بخور. ماسک داری؟ ماسک؟ ماسک تو شده درار یکشو بزن خودت. این برای چی؟ برای اینکه نخوابی اونجا. الو چی شد این آمبولانس؟ باشه منتظر. جهان؟ جهان؟ چی شده جهان؟
الو ابراهیم کجایی؟ میتونی حرف بزنی؟ گوش کن چی میگم. بله میدونم اون زمین کجاست. جدی جان؟ زنده باشی باشه با من، میگم همه چی با من قبوله، خبرت میکنم. الیاس. بله. در بیمارستان های صحرایی رو از همین تهران با جان شروع میکنیم. جان میخواد تو اون زمین که قرار بود بیمارستان احتاس بشه بیمارستان صحرایی داره کنه. سخته ولی اتفاق خوبیه. ولی ما که بیمارستانمون هنوز پر نشده. پر میشه، به زودی پر میشه. اون منطقه بیمارستان نداره، مردم بیمارای کروناییشون رو میارن تهران، ریسکش بالاست. بودو باش باش باش. الو الو سلام. شروع کردیم از همین تهران، تجهیزات میخوام، همه چی بهت خبر میدم، لیست بهت میدم. الیاس. بله. دفتر دکتر نوروزی رو بگیر، پیام منو بهش برسون. بودو دکتر نوروزی. نوروزی 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 نوروزی. قضیه این بیمارستان صحرایی چیه همه دارم میگن؟ قبلا در میزدی. تا پیغامت دیدم خودم رو زود رسوندم. این به اندازه یه در زدن که وقت داشتی. خوبه؟ بشین. بگو ببینم دکتر نوروزی موافقت کرد؟ خودت چی فکر میکنی؟ اون الان بیشتر به فکر ذخیره ی آخرت خودشه تا دنیای من و تو. تو چرا مخالفت نکردی؟ رئیس هنوز نوروزیه، من چی کارم؟ هیئت امنا چی گفتن؟ هنوز باشون صحبت نکردم، اما اونا رو حرف نوروزی حرف نمیزنن. چه خبره؟ شامیری اگه بتونی یه ماه، فقط یه ماه قضیه بیمارستان صحرایی عقب بندازی شاید بتونم یه کارایی بکنم. یه ماه؟ نمیتونم. نمیتونی؟ سخت شد که. قضیه کرونا قطعیه؟ کرونا چقدر طول میکشه تموم بشه؟ هیچ کس نمیدونه. پس نمیشه امیدوار بود که دو سه هفتهی جمع و جورش کنن. خوشخیالی ها، چند روز بگذره همین بیمارستان هم دیگه جای سوزن انداختن نیست، پر از بیمار کرونایی میشه. اون وقت دیگه من نمیتونم مخالفت کنم با ساختن بیمارستان صحرایی. توفیقی اگر زیر یک ماه تونستی تغییر کاربری رو بگیری که گرفتی، اگر نه باید بیفتی دنبال یک کاروبار دیگه. شامیری اگه بیمارستان زودتر از یه ماه افتاد چی؟ کی را بندازه؟ غیر ممکنه. مثلا جهان. جهان جهان اون زیرخاکی فقط یک ماه باید دنبالش بگیری تا پیداش کنی. دست اسرائیل هم بهش نمیرسه. فعلا که دست آقای ابراهیم زودتر از همه بهش رسیده. بیا نیا کن آقا بفرما. دو هفته دکتر جان تمام زورشم بزنه زودتر از دو هفته نمیتونم بیمارستان رو بندازه. دو هفته فقط. برای من جایگزین میذاری؟ بالاخره اتفاقی بود که دیر یا زود باید میافتاد. خودت هم خوب میدونی تا پایان وقت اداری امروز هنوز سوپروایزر این بیمارستان منم. تو این 25 سال نشده که نیم ساعت از کارم بزنم. حق با خانومه. شما فکر کنین که ما به پاس اینکه در این 25 سال شما هیچ وقت از کارتون نزدین این چند ساعت رو تقدیمتون کردیم. برین از بازنشستگیتون لذت ببرین خانم. من با خود دکتر نوروزی صحبت میکنم. فکر نکنم این کار بکنی. چون شما بهتر از ما میدونین که حال دکتر خیلی بده. نمیتونن رو پاشون وایسن دیگه. استرس براشون سمه. چه خوبه که هنوز نگران حالشی. برای خودت وکیل وسیم که آوردی؟ خانوم
ما که از شما دفاع کردیم. عجبا. سپردم براتون مهمونی خداحافظی تدارک ببینن. عجب بساطی. منم برم. باشه، فقط یادت باشه دو هفته وقت داریم. همه سعی هم میکنم. خداحافظ. سلام علیکم. سلام، خوش اومدید. احوال شما؟ بفرمایید، بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید، برای محسوس. دکتر جهان رو چطور پیدا کردین؟ الان این بحث ها مهم نیست. چیزی که مهمه اینه که دکتر جهان تشخیص دادن اون منطقه نیست. حتما خبر دارین که هیئت اومنا هنوز به این نتیجه نرسید. تشخیص دادن اون منطقه نیاز به یه بیمارستان صحرایی داره. من قبلا نظرم رو به هیئت اومنا اعلام کردم. در شرایط فعلی با ساختن بیمارستان صحرایی مخالفم، اما اگر دکتر نوروزی دستور بدن چشم. سعی میکنم حداکثر تا یک ماه آینده مجهزترین بیمارستان صحرایی رو تحویلتون بدم. یه ماه؟ اگر شرایط مهیا باشه شاید دو هفته، اما تهش دیگه دو هفته است. 48 ساعت. 48 ساعت؟ بهم فرصت بد.